از جمله وجوه این فضای جدیدی که توی کتاب تازه شعر پگاه هست اینه که سطح انتزاع در این شعرها بالاست، مثل رولان بارت، مثل جک لاکان، مثل کارموس، مثل نقاشی پیکاسو یا میرو یا مکس ارنست یا کوکوشکا یا نقاش مدرنیست محبوب من ماتیس. هر کسی از زن خودش میتونه یارش بشه، ایشون راه خودش رو میره و یک نوع مثلا حالت غریزی شاعرانه خیلی قوی در ایشون هست و در کارش هست که در شعرش بازتاب داره و خیلی شخصی و فردیه و تجربه های مستقیم ایشون رو بیان میکنه که چه بسا که در حوزه کار دیگران دیده نمیشه. اونچه که من درباره خانم پگاه میتونم بگم که چرا این خانم به عنوان یک شاعر خوب خودش رو درست کرده و تربیت کرده، یکیش وسعت اطلاعش و اشرافش هست به لغت فارسی. لغت فارسی خیلی زیاد میده. این شعر در درونش میجوشه، یعنی احساسش میجوشه و بیرون میریزه، اون وقت به صورت طبیعی این شعرش اثر میذاره. اشعار خانم پگاه از این دسته. پگاه تأثیر طبیعیه. شما اشعارش نگاه کنید، ریتم داره، تم داره، مثل یک موزیکیست. به خصوص اینکه هر حرفی که میاد بیرون یک تعداد ارتعاشی داره که این ارتعاش صداش بیش از حد گیرا دلنشین است که انسان باید از چشم خودش ببنده به گوشش اضافه کنه. نعمت الهی. یکی از ویژگی‌هاش این انرژی است که پشت کلمات ایشون هست و قدرتی هست که در ایمیج سازی ایشون هست و این نگاه خانم رساپور به مسائل بیشتر یک نوع نگاه عام انسانی است، خیلی مثلا اومانیستی است. هر چی من امشب بگم نوعی تعبیر و تعویل خواهد بود، ناشی از درکی که خودم داشتم از شعر پگاه. پس برمیگردم به اون چه از ابتدا گفتم و اون اینکه من آنچه میگم امشب در تحلیل نهایی مشمول این حکم تعدد آراست و خانم پگاه هر نظری داشته باشن به خودشون مربوطه. پگاه مثل بیشتر شعرها از بچگی شعر گفته. کتاب اولش جرقه زود میمیرد چند سال پیش در ایران منتشر شد و الان نایاب. مجموعه است از غزل و دو بیتی های پیوسته، یه حال و گذشته از غزل و دو بیتی های پیوسته در این کتاب هم ترانه هست و هم شعر آزاد. شعر چی کسی نده. مجموعه بعدیش عنوانش هست و سپس آفتاب. به عنوان جالبیست در دنبال جرقه زود میمیرد. و این مجموعه است تماماً از رباعی و غزل که یکی از بهترین رباعیاش بازم خرم‌آباد رو به شیراز وصل میکنه. تا صبح در آغوش تو بودم حافظ، عریان شده تن پوش تو بودم حافظ. تا صبح در آغوش تو بودم حافظ، عریان شده تن پوش تو بودم حافظ. چون جان شراب مست میلولیدم، تا قطره ته نوش تو بودم حافظ. چون نفس شراب مست میلولیدم، تا قطره ته نوش تو بودم حافظ. ما که بخیل نیست. و حالا صحبت ما درباره کتاب جدید پگاهه. کتاب جدیدش پرنده دیگر نه. ما تو این کتاب با فضای کاملا جدید روبرو هستیم به نسبت کتاب‌های دیگه‌ای که نشان دادم و ازشون اسم بردم. این کتاب به نسبت کتاب‌های دیگه او
فضای جدیدی داره در وجوه گوناگون. زبان شعر پگاه در این کتاب تغییر کرد، حتی در حد لغات. مثلا در شعر تو دریافته ای، ای مرد مشهش تو دریافته ای، یا در شعر شب و پگاه، شب خزید میان بازوان پگاه، ای قاتل مشهش من، ای قاتل مشهش من. یا در طلوع از گور، شعر طلوع از گور، رابطه ام را با آفتاب پنهان کنم، شعشعه جانم را، و در دنبال میگه عاشق نورم، عاشق نورم، عاشق نور، که همون ربط با شعشعه است که من چیز رو گفتم. و از این لغات تازه، به هر حال از جمله وجوه این فضای جدیدی که توی کتاب تازه شعر پگاه هست اینه که سطح انتزاع در این شعرها بالاست، ولی بالاتر از شعرهای پیش. همین نکته هاست که میگم که مثلا مهم نیست شما تو شعرهای قبلی پگاه و کتاب قبلی مثلا فرض کن فرم، حداقل فرمی که مثلا غزله یا رباعیه یا فلان، اما من وحشی افتراق رو بیشتر در این میبینم که سطح انتزاع در شعر بالاست تا در این که اونا غزلن به شکل غزل به افایل عروضی گفتشن، این یکی آزاده. و در نتیجه چون سطح انتزاع ابسترکشن، سطح ابسترکشن یا انتزاع بالاست، هرچی انتزاعی تر باشه بیشتر دست شنونده، خواننده، بیننده، بسیگی که هنرچی باشه چیز هست، مثل رولان بارت، مثل جک لاکان، مثل کارهای ماست، مثل نقاشی پیکاسو یا میرو یا مکس ارنست یا کوکوشکا یا نقاش مدرنیست محبوب ماتیس. هر کسی از زن خودش میزه یارش بشه، یعنی شما حتی اگه پیکاسو یا ماتیس ظاهر بشه بگه آه من منظورم این بوده، شما لازم است قبول کنید، شما برداشت خودتون نمید کنید. ما داریم راجع با به اصطلاح هنر ابستره صحبت و اتفاقا یکی از رموز توفیق غیرعادی غزل حافظ در همین که در میان آثار دوره خودش و ما قبل خودش و تو اندازه زیادی حتی بعد شعرش پیچیده و چند لایه است. یعنی دو موضوع هستش، یکی چند لایه خود شعر، یک سطحی از ابسترکشنه که توی مثلا فرض کنید حتی غزل مولوی نیست، یکی دیگه چند موضوعیه. غزلیات حافظ اغلب چند موضوعی هست، مضمون عوض میکنه، اما شعر برای که شعر باشه یه چیزهایی داره، ابزارهای ادبی، اون چیزی که ما در چیز قدیم میگفتیم بدایع، خیلی بیشتر حتی تو شعر قدیم از وزن و قافیه. خیلی آسونتره که آدم وزن خاصی رو تنظیم کنه، فعلاتون فعلاتون فعلات، دور کلماتی بیاره که با این بخوره تا اینکه استعاره تحویل بده که از ابزار ادبی یا از بدایه. یا سعدی مثلا مثال چیز مثلا تصویر سازی میخوام بزنم، تشبیه گفتم، استعاره گفتم، ایماش که میگه که صد پیرهن قبا کنم از خرمی، اگر بینم که دست من چو کمر در میان توست، که فرمالیست های روسی که بنیانگذارشون شکلوفسکیه اسم گذاشتن چیز کردن، ناآشنا کردن، دیفمیلیارایزیشن. یعنی موضوع قدح خون و پای کبک دیفمیلیارایز میگه چیزی هم ربط نداره، آشنایی نداره دوالا، یعنی یه شوکی وارد میکنه برای اینکه یک چیزی رو برسونه، یک تشخیصی رو برسونه و تبدیلش میکنه به یه چیز ناآشنایی نسبتا. این در شعر پگاه زیاده، در پرنده دیگر نه، خیلی زیاده. و این یه نمونهشه، دلم میخواهد دهانم را چون دره بزرگ مکنده‌ای بگشایم، دلم میخواهد دهانم را چون دره بزرگ مکنده‌ای
بگشایم و پاییز را از صحنه فصول ببلعم تا گل نفسی به راحتی برآرد. پاییز را از صحنه فصول ببلم تا گل نفسی به راحت برآرد. ببینید از سر تا ته ناآشناسازیه به سبک تازه‌ای البته. و مثلا در شعر این سخن حقیقت است برخوردم به یه سوگندنامه. قسم به صبح نیرومند، قسم به تشخیص دهندگان، قسم به آخرین نگاه انسان که حقیقت هستی. قسم به صبح نیرومند، قسم به تشخیص دهندگان، قسم به آخرین نگاه انسان که حقیقت است این سخن و این سخن حقیقت است. و سوگندهای بزرگی که در فواتح فصول، فواتح سورات قرآن هست گاهی به یادم افتاد، بشمس و زها یا بالعصر یا نون و القلم یا یاسین و القرآن الحکیم این نکل من المرسلین. به این خیلی جالبه، اینگه مثلا به خورشید یا قسم زد، به زمان قسم یا به قلم قسم یا به قرآن حکیم قسم که حقیقت هستیم انکل من المرسل. یکی از مضامین عمده این کتاب عشق در وجوه گوناگونش، چنان که در کتاب های پیشین پگاه هم هست، این یک مضمون اساسیه ولی خب به شکل دیگری. و یکی دیگه این که از زنها خیلی خیلی تعریف شده که البته بر منکرش لعنت. مثلا این یه نمونه میدم براتون، چقدر زن بودن خوب است. نقطه تقاطع زن است، کلید برق زن است، چفت در زن است، موج زن است، زمین زن است. ببین چگونه میزاید میزاید میزاید. به بعد در ادامه، کلید بر زن است، چفت در زن است، موج زن است، زمین زن است. ببین چگونه میزاید میزاید میزاید. چرا که داشتم گفتم مضمون غالب در این دفتر شعر آینده گرایی و پرواز به ملکوته، چه مادی چه معنوی، چه ظاهری چه باطنی، چه فردی چه اجتماعی. یعنی این لایه‌ها و این به اصطلاح توازی‌ها رو آدم در این مضمون میبینه. مثلا در شعرهای پرنده دیگر نه، خود اون شعر پرنده نشناخته ای مرا، میدانم دانه نمیخواهم دانه نمیخواهم سوال دارم، چیز دیگری را حس کن و حتی خاک دروغگو. در این شعرها هم بلند پروازی بشر و هم بلند پروازی شاعر تبیین و تحسین میشه، گاهی حتی در حدود غرور و فخر فروشی، نه فقط برای شاعر یا نه فقط بیشتر برای شاعر بلکه برای بشر. شاید نشانه ای باشه این خوشبینی از تغییر زمان و زمانه. وقتی که میبینیم اخوان سالس در قرن بیستم در شعر آخر شاهنامه نوستالژی گذشته رو داره و اون قرن رو چنین میخونه، حالا همش من نمیدونم یه تیکش رو بگم، قرن خوناشام، قرن وحشتناک تر پیغام،
به جای اون پرواز فلان کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی‌آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی زخم می‌کوبند پاک می‌روند. این رو میشه متضاد داد مثلا کنتراست کرد با این خوشبینی شدیدی که نسبت به پروازهای قرن بیستم هست در این کتاب پگاه که درست برعکس میگه پرنده نمیخواهم باشم پرنده کند میرود و در حالی که یک نمونه در ختم کلام از این مضمون داده باشم شعر کوتاه پرنده نشناخته ای مرا رو اینجا میخونم براتون. پرنده برو 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 پرنده برو 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 تا نگفتم چیزی آسمان جای من است کسی برای من اونجا ستاره پاشیده است برای تو چه دانه کجا روی زمین ببین حالا پرنده نشناخته ای مرا تا نگفتم چیزی آسمان جای من است کسی برای من آنجا ستاره پاشیده است برای تو چه دانه کجا روی زمین ببین حالا پرنده نشناخته ای مرا حالا خانم پگاه بهت بگوش حدود 15 سال پیش بود که کتابی به دست من رسید در پاریس از خانم مهرانگیز رساپور دفتر شعری چاپ کرده بودند و برای من فرستادند البته من ایشون رو نمیشناختم تا اون زمان ولی ایشون با آشنایی که با اسم من داشتن لطف کردند و کتابشون رو برای من فرستادند و خب کتابهای شعر دیگری هم به دست من میرسید در اون زمانها و کتاب ایشون به حال خیلی نظر من رو جلب کرد و اون چی که باعث توجه خاص من بود قدرت و انرژی بود که در کلمات ایشون بود و یک نوع حس و حال و تجربه شخصی رو بیان میکرد که دید در شعر فارسی روزگار ما بود در دوران بعد از انقلاب کمتر دیده میشد شعر فارسی بعد از انقلاب مقدار زیادی تحت تأثیر جو سیاسی زمانه شعر سرخورده مایوس و زبانش زبان بی انرژی یا زبانی که خب تجربه های خیلی عجیبه به اصطلاح محیرالعقولی درش میشه که دیگه من هم ازش سردر نمیارم یا ازش لذت نمیبرم اما شعر ایشون برای من شعر لذت بخشی بود به دلیل همین سرزندگی و شوری که درش بود و بعد هم که با ایشون از نزدیک آشنا شدم خب بیشتر این چیز درم تقویت شد که بدون هیچ نوع تقلیدی از کسی یا بدون پیروی از فضای عمومی شعر و زبان فارسی ایشون راه خودش رو میره و یک نوع به اصطلاح حالت غریزی شاعرانه خیلی قوی در ایشون هست و در کارش هست که در شعرش بازتاب داره و خیلی شخصی و فردیه و تجربه های مستقیم ایشون رو بیان میکنه که چه بسا که در حوزه کار دیگران دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه و همین این جنبه شخصی و فردی که در شعر ایشون هست و بیان میشه در فضای شعری ایشون که هم از دو جنبه یکی قدرت ایماج سازیه و یکی از و یکی جنبه انرژی کلمات و آفرینندگی کلمه و ساختار شعر در کار ایشون هست که به نظر من ایشون رو چهره ممتازی میکنه در ادبیات کنونی ما اگرچه هنوز شاید اون اندازه که باید شناخته بشن شناخته نشدن ولی به هر حال چهره خیلی ممتازی هستن و در مجموع من خوشحالم از اینکه
با شعر ایشون آشنا شدم و بعدها همچنان دیدم که ایشون در حال تکامل بیشتر و پیشرفت بیشتر هستند و یکی از معدود شاعران معاصر هستند که من همیشه از خوندن شعرشون لذت میبرم و اگر گهگاهی لازم باشه که سراغ شعر برم، یکی از کسانی که سراغش میرم به حال ایشون و دفتر شعر ایشان است. شعر خانم رساپور خصوصیاتی داره و امتیازات شخصی داره که اون رو بهش هویت و شخصیتی میده در مقابل در کل جریان ادبی معاصر ما و به خصوص در این دورانی که شعر به یک معنای اون سلطه‌ای رو که بر فضای ادبی و فرهنگی ایرانی داشته از دست داده و انواع دیگری از هنر مثل سینما و رمان نویسی بیشتر رشد کردن و در واقع در میانه صحنه آمدن و در حالات عوامل اجتماعی که باعث این تحولات شده بسیار اهمیت دارن و همچنین عوامل سیاسی و من که به اونها نمیخوام بپردازم، ولی ایشون از اون جهت که در به یک معنای بیرون از کل این سیر اجتماعی سیاسی زندگی کرده و در فضای شخصی خودش و زندگانی خودش بوده، شعرش یک نوع خصوصیتی پیدا کرده و یک نوع استقلالی و فردیتی داره که برای من خیلی خوشاینده و یکی از ویژگی‌هاش این انرژی است که پشت کلمات ایشون هست و قدرتی هست که در ایمیج سازی ایشون هست و این نگاه خانم رساپور به مسائل بیشتر یک نوع نگاه عام انسانی است، خیلی مثلا اومانیستی است و نه به طور اخص سیاسی اجتماعی به نحوی که فضای عمومی شعر و ادبیات ما رو در طول این چند دهه ساخته و این استقلال و این نگاه اومانیستی و به اضافه توانایی که ایشون در کار زبان داره و قدرتی که در بیان داره و همچنین توانایی که در استفاده از امتیازات و امکانات شعر کلاسیک فارسی داره برای آوردن اون به عرصه شعر نوی فارسی و مضمون‌های تازه شعر در زبان فارسی و همه اینا در مجموع به شعر ایشون یک نوع امتیاز و شخصیتی میده که برای من خیلی ستودنی است و من دوست دارم این امتیاز رو. این زمان میشه زمان نونگرایی در شعر. یکی از این افراد این وجود عزیزی است که آمد برای ما صحبت کرد، خانم پگاه، خانم می پگاه. ایشون دیدش در سطح جهانی و نکته سنجی هایی که داره حتی هجاها را دقیقاً پیاده میکنه. نوع شعرش، بیان شعرش، گفتارش پرمحتوا. پگاه تحصیل کرده ای رشته است، یعنی موقعی که بیان میکنه سیلاب و هجا را دقیقاً پیاده میکنه. شما اشعارش نگاه بکنید، ریتم داره، تم داره، مثل یک موزیکی است. به خصوص اینکه هر حرفی که میاد بیرون یک تعداد ارتعاشی داره که این ارتعاش صداش بیش از حد گیرا دلنشین هست که انسان باید از چشم خودش ببنده به گوشش اضافه کنه، نعمت الهی بده بیشتر به گوشش تا این صدا بیشتر به دلش بشه. ما این جلسه که داشتیم واقعا به تو میگه که از کم بهترین جلسات ما بود و افرادی که خودتون داشتید دیدن به قدری به ما فشار آوردن ایشون حتما باید مجددا بیاد و اشعار دیگری بخونن چون زمانشون کم بود. واقعا که از باسی افتخارات جامعه شاعران ماست. این وجود عزیز امشب برای ما ثابت کرد از کجا اومده و کجا داره میره. مثال شیرینی که برای این شعر چینی و شعر ایرانی زد واقعا لذت بخش و دلنشین بود، ولی این چیزیست که شعر با خون و یاخته ها و سلول های ما ایرانی وصل شد، جدا نمیشه. هر جا بریم همیشه با شعر شد. این خانم عزیز ما، خانم پگاه، نوگرایی را به یک صورت دیگه داره پیاده میکنه. واقعا روان، دلنشین، پرمحتوا
صحبت میکنیم. من تصور میکنم اینجا خودتون ملاحظه کردید که یکی از انجمنهای بزرگ فیلمی شده برای که تمام بزرگان واقعا علمی اینجا حاضر بشه. بنابراین من باید واقعا سعی میکنه من مسئول این جلسه ازشون نهایت از امتنان رو باشه. در مورد اشعار خانم پگاه باید این عرض کنم که بنده دانشکده ادبیات نرفتم و اصولا در ادبیات فارسی تخصص ندارم، در شعر و ادبیات فارسی که اظهار نظر فنی بکنم. اظهار نظر فنی یعنی تجزیه و تحلیل اشعار و ارزشیابی شعر از نظر صنایع شعری و وجوه دیگر شعر. این کار متخصصینه که در مورد اشعار خانم پگاه هم به نظر من انجام شده. بنده فقط علاقه‌مندم به شعر و ادبیات ایران و از این نظر چون با اشعار خانم پگاه آشنایی دارم و کتاب‌های ایشون رو دارم و مطالعه کردم، یه چند نکته عمومی رو فقط خدمتتون عرض می‌کنم. اول اینکه اشعار درسته که از نظر فنی باید چنین و چنان باشن، شرایطشون رو معین کردن، ارزیابی و ارزشیابی کردن، ولی به نظر من شعر بالاخره نتیجهش اینه که آیا در مردم، در قلوب مردم عادی تأثیر داره یا نه. این ارزش شعر از اینجا پدیدار میشه، چون شعر فقط برای یه عده به خصوصی گفته نمیشه، هدفش عموم مردمه، انتقال احساس شاعره که در درون خود داره و این رو منتقل باید بتوانه بکنه به عموم. در این مورد شعرهای بزرگی ما داشتیم، علت اینی هم که باقی مونده اسامیشون همینه که به بهترین وجهی توانستن اونچه رو که در درونشون بوده انتقال بدن به شنونده ها. اشعار خانم پگاه در این قسمت، یعنی در قسمت تأثیرگذاری، فوق‌العاده است و قابل مقایسه با شاعران بزرگ. خب مثلا شما فکر کنید که ابن عربی یا سهروردی، اینها شیخ اشراق، اینها در مسائل عرفانی خیلی مطالبی رو گفتن بسیار جالب، ولی اون چیزی که در مردم اثر گذاشته بیشتر اشعار مولوی و حافظ که همون مطالب رو گرفتن و با تغییراتی و به فرمی بیان کردن که به دل مردم می نشینه. شاعر در حقیقت اگر این که بخواد تصنعی شعر بگه، خب شعرش به جایی نمیرسه، یعنی بنشینه لغات رو با هم دیگه جور بکنه و قافیه جور بکنه، به جایی نمیرسه. اما اگر این شعر در درونش میجوشه، یعنی احساسش میجوشه و بیرون میریزه، اون وقت به صورت طبیعی این شعرش اثر میذاره. و من فکر میکنم که اشعار خانم پگاه از این دسته. یه اشاره بکنم به شعر شلاق ایشون. یه شعری دارن به نام شلاق. این یه داستانی رو بیان میکنه که در همه دنیا بوده و هست و شاید هم متاسفانه خواهد بود. به اون اینکه اشخاص رو میارن وزیر فشار و شکنجه قرار میدن که اقرار بکنن به گناهی که نکردن، یا وادارشون میکنن که مطالبی رو بگوین که بر اون مطالب باور ندارن، و چه بسا بعضی مقاومت میکنن و در زیر اون شکنجه ها از بین میرن. ایشون این مطلب رو به وجهی بسیار زیبا در قالب شعر نو، در یه قالب تازه جدیدی بیان میکنن، اما تأثیر زیادی میگذاره، تأثیر زیادی در به اصطلاح شنونده میگذاره. در اینجا من میخوام به مطلب دوم اشاره بکنم و اون اینه که اشعار اگر محلی باشه و به اصطلاح هم محلی باشه و هم از نظر زمانی مربوط به وقایع زمان معینی باشه، این اشعار بعداً خیلی مورد توجه واقع نمیشه. اما اشعاری که جهانی انسانیه و به زمان معینی مربوط نیست،
این یک شهرت بین المللی پیدا میکنه، شهرت جهانی پیدا میکنه و مثل مثلا اشعار مولانا که به اون حالت هست. ایشون همین شعر شلاقش و بعضی اشعار دیگرش به زبانهای فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده و مورد توجه محافل شعرشناسی فرانسه و انگلیس قرار گرفته و حتی جایزه ای هم بنده شنیدم به ایشون دادن و این نشون میده که اشعار ایشون جهانیه. یعنی این حالت رو داره که مربوط به یک دوره معین و یک مطلب معین در یک جای معینی نیست، بلکه راجع به مسائل انسانی است و طوری بیان شده که این میتوانه در تمام دنیا به اصطلاح جای خودش رو باز بکنه. در مورد جهانی بودن شعر ایشون بنده به اینم اشاره کنم که شعرای بزرگ ما، پنج شاعر معروف ایران که عبارتن از به نظر بنده فردوسی و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ، اینها از نظر بین المللی بودن با هم مساوی نیستند. اشعار سعدی و حافظ چون بیشتر بر زبان تکیه دارن و فارسی به اصطلاح فارسی رو مرکز قرار میدن، زبان رو مرکز قرار میدن، اینها بیشتر یه حالت منطقه‌ای و زبانی دارن، در حالی که کارهایی که مولوی انجام داده اینا یه حالت بین المللی دارن. ولو اینکه از نظر اهمیت و ارزش شعر، شعرشون به شعر اون دو نفر دیگر نمیرسه. شما ملاحظه کنید که الان داستایوفسکی شهرتش و شناساییش در دنیا بیشتر از پوشکینه. چرا؟ برای اینکه پوشکین فشار آورده روی زبان، در حالی که داستایوفسکی آورده روی مطالب. به هر حال یه نکته سومی که در مورد اشعار خانم پگاه من میخوام عرض کنم این است که اشعارشون آینده نگره. یعنی مثل اینکه این اشعار درسته که امروز گفته شده، مثل اینکه برای آینده است، نوعی هست که هرچی زمان بگذره برخلاف بعضی اشعار، بعضی شعرهایی که فراموش میشه، اشعارشون بیشتر فهمیده میشه و از اشعارشون بیشتر توجه قرار میگیره. از این لحاظ مثالش، مقایسش مثل اشعار نیما یا مثل اشعار فروغ، اینها در زمان خودشون، بنده سنم اونقدر هست که یادم باشه، در زمان خودشون اونقدری شهرت نداشتن و مردم نمیفهمیدن، حتی اینا رو به جد نمیگرفتن، ولی با زمان معلوم شد که نیما و فروغ واقعا دو ستاره درخشان شعر جدید ایران بودن و اشعار خانم پگاه هم نوعی هست که این اشعار در آینده بیشتر مورد توجه قرار میگیره. البته ایشون شعرهای سنتی هم دارن و رباعیات دارن و بنده یه مقاله نوشتم راجع به این که میگوین ایران فرم جغرافیاییش مثل یک گربه میمونه و بعد راجع به این یک مقاله نوشتم که در ایران شناسی منتشر شد. من عنوان این مقاله رو از یکی از رباعیات ایشون گرفتم که عبارت ایران به شکل گربه رو ایشون آوردن و عبارت بسیار زیبایی است و این عبارت رو بنده تیتر اون مقاله قرار دادم. شادم که همه سوی جهان را دیدم، از گلبن هر باغ گلی را چیدم. آنگه که سخن ز انتخاب آمد پیش، ایران به شکل گربه را بوسیدم. از شاعرای یا بهتر بگم شاعره هایی که من خیلی دوست دارم، یکیشم خانم پگاه. به نظر من خانم پگاه شاعر توانایی است. توانایی یا بگیم شاعر خوب، به نظر من تعریفش این هستش که هم ذوق داره هم تربیت شده. ذوق خب بالاخره یه مسئله است که خداوند به آدم میده یا میدهد یا نمیدهد، اون رو کارش نمیشه کرد. ولی قسمت دوم که شما خودتون رو خودتون کار میکنید خیلی مهمه.
اون چی که من درباره خانم پگاه میتونم بگم که چرا این خانم به عنوان یک شاعر خوب خودش رو درست کرده و تربیت کرده، یکیش وسعت اطلاعشه و اشرافش هست به لغت فارسی. لغت فارسی خیلی زیاد میدونه. دومین خصیصه خانم پگاه که به ایشون توانایی شعری میدهد عبارت از این استش که ایشون مثل بعضی از شاعرهای نو به دلیل اینکه توانایی کار نداشته است و به همین دلیل قید و بند وزن عروسی و قافیه و اینها رو ترک کردن، اینطور نبوده. ایشون قبل از اینکه شعر نو بگوید شعر کلاسیک سروده است و یکی از زیباترین شعرهای کلاسیکی که سروده است مهاجه بسیار زیبا و طنزآلودی است که با صائب و حافظ و شهریار داشته است در باره اون شعر معروف حافظ که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، که روی یه مهاجه طنزآلودی کردن، نشون دهنده این است که این خانم چقدر در شعر کلاسیک استاد بوده است قبل از اینکه وارد شعر نو بشه. و ایشون به نظر من وقتی وارد شعر نو شده است که احساس کرده است که اون قیدبندها جلوی نمایش دادن و نمودن بسیاری از احساسات او رو در شعر میگیره و به همین دلیل وزن رو شکسته و به همین دلیل قافیه رو شکسته و به همین دلیل به طرف شعر نو رفته است. این دوتا خصیصه به نظر من از خانم پگاه یک شاعر خوب ساخته است. تحصیل کرده است، زبان میدونه، لغت وارده و شعرهای خوب میگه و من شعرهاش خیلی دوست دارم. تنها توصیه‌ای که من میتونم به خانم پگاه بکنم در کار هنریش عبارت از این است که به هر ترتیبی شده این عکاسش رو عوض بکنه. چون من تا وقتی که خود خانم پگاه رو از نزدیک ندیده بودم و قضاوتم روی عکسایی بود که از ایشون دیده بودم، واقعا خیال نمی‌کردم که ایشون خیلی خیلی هم زیبا باشن، ولی وقتی که دیدم خودشون رو دیدم که عکاسشون چقدر در حقشون ظلم کرده است و چقدر جلوی دلفریبی و زیبایی این زن زیبای بازوق شاعر توانا رو گرفته است.